آیت الله خامنه‌ای صبح امروز در دیدار کارگزاران فرهنگی و اجرایی حج امسال اهتمام به وحدت اسلامی را یکی از نیازهای ضروری برای مسلمانان جهان دانست و اعلام کرد حج باید مظهر عزم راسخ امت اسلامی در مقابل هر اقدام تفرقه افکنانه و مخالف وحدت و پیشرفت دنیای اسلام باشد و یکی دیگر از امتیازات فرصت حج را ارتباط با بدنه عظیم دنیای اسلام دانست و از زائران ایرانی خواست با رفتار، حرکات و منش مبتنی بر آداب اسلامی اسلام جمهوری اسلامی ایران را به زائران دیگر کشورها معرفی کنند و با انتقاد از آنچه اهانت‌ها و رفتارها علیه مسلمانان شیعه خواند درباره بدرفتاری با شیعیان در قبرستان بقیع، مسجد الحرام و مسجد النبی گفت این گونه اقدامات بر ضد وحدت و در جهت اهداف و خواسته آمریکا و سرویس‌های جاسوسی بیگانه است و دولت سعودی باید به وظیفه خود برای مقابله با این گونه اقدامات عمل کند. خامنه‌ای رویدادهای اخیر در برخی کشورهای اسلامی از جمله عراق، پاکستان و زاهدان در ایران را نیز با هدف ایجاد تفرقه و اختلاف میان مسلمانان شیعه و سنی دانست و گفت کسانی که این اقدامات تروریستی و خونین را انجام می‌دهند مستقیم یا غیر مستقیم عوامل بیگانه هستند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران امروز در حاشیه مراسم معارفه سرپرست جدید دادسرای کارکنان دولت و رسانه در خصوص شکایت صدر نماینده مجلس از میرحسین موسوی اعلام کرد تا این لحظه چیزی به ما اعلام نشده است. آنچه روی داده اعلان شکایت است که شکایت تلقی نمی شود. دادستان تهران در مورد برگزاری دادگاه هفت بهایی نیز گفت آخرین باری که دادگاه تشکیل شد به خاطر نقص در پرونده و لزوم حضور نماینده دادستان این جلسه تجدید وقت شد و امیدواریم که دیگر تجدید نشود و تصمیم گیری کنیم و این محاکمه نیز انجام شود. وی در واکنش به پرسشی درباره آزادی نظامیان متهم به آزار بازداشتگان کهریزه گفت چون پرونده در دادسرای نظامی است نمیتوانم در این مورد اظهار نظر کنم. دادستان تهران در مورد جلسه بعدی دادگاه متهمان پس از انتخابات نیز گفت اگر دادگاه علنی باشد اعلام میکنیم. در غیر این صورت اگر اعلام نشود به منظور این است که غیر علنی خواهد بود. محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس شنبه شب در نشست جامعه اسلامی مهندسین اعلام کرد که مذاکره مستقیم با آمریکا از جمله مسائل استراتژیک نظام است و مقام رهبری و شورای عالی امنیت ملی باید درباره آن تصمیم گیری کنند. وی در این باره اعلام کرد در حال حاضر شورای امنیت و مقام معظم رهبری تاکید دارند که سیاست‌های راهبردی ما بر عدم مذاکره با آمریکاست. باهنر با تاکید بر اینکه ایران برای مذاکره با آمریکا شرط‌هایی دارد از موضع دولت در این زمینه انتقاد کرد و گفت گاهی از سوی برخی از مسئولین اجرایی کشور و دولت شنیده می‌شود که الان زمان مذاکره رسمی با آمریکا فرا رسیده است، اما غالباً مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تایید مقام معظم رهبری در این زمینه الزامی است. هیچ قوه‌ای و هیچ شخصیت سیاسی و حقوقی در کشور حق تخطی از آنها را ندارد. در همین حال ایلنا امروز گزارش داد که منوچهر متکی وزیر خارجه ایران صبح امروز در بازدید از نمایشگاه مطبوعات در مورد مذاکره با آمریکا گفته است ما هم همان نظر آقای باهنر را قبول داریم. وی از پاسخ به این سوال که دولت دهم در رابطه با مذاکره با آمریکا چه تصمیمی گرفته است خودداری کرد و به دلیل شرکت در جلسه ای نمایشگاه مطبوعات را با عجله ترک کرد.